نماز صبح مردم را با رب العالمین ارتباط می دهد. نماز صبح امت را محافظت می کند و انها را در حفاظت رب العالمین در می آورد. در اجتماع و جامعه‌ای که فساد زیاد باشد، در نماز صبح با انسانان نیک و انسانان صالح شما ملاقات، در جامعه‌ای که شرارت زیاد باشد، در جامعه‌ای که نفاق زیاد باشد، در جامعه‌ای که کفر زیاد باشد، والله شما در نماز صبح با انسانان صادق و راستگو و اولیاء الله در نماز صبح برخورد. اگر میخواهی انسانان نیک و صالح را ببینید، نماز صبح بیا ببین چه کسانی در نماز صبح استاد نوشته کرده اند. در زمان فساد، در زمانی که نفاق زیاد باشد، در زمانی که گناه زیاد باشد، شما می توانید در نماز صبح انسانان نیک صفت را، انسانان توبه کننده را، انسانان مطیع فرمان رب العالمین را در نماز صبح ملاقات کنید. مسئله امنیت را پیش می کشند. نماز صبح امنیت نیست، نماز صبح دیگه مشکلاتی دارد. والله از مرگ که در داخل توشکت باشد، این مرگ بسیار ارزش دارد که در مسیر راه مسجد به شهادت نازین نابینا پیش رسول خدا می آید، می گوید یا رسول الله نابینا هستم، کسی نیست مرا از دست بگیرد، و مدینه منوره حیوانات موزی و وحشی هم دارد، ممکنه حیوانی به من آسیب برساند. رسول الله میگوید آیا آزاد را میشنوی؟ میگوید بله یا رسول الله آزاد را میشنوم. گفت اجازه ندارید که در داخل خانه ات نماز بخوانید. سبحان الله، صحابی نابینا را رسول الله اجازه نداد. میفرمایند سنگین ترین نماز بر منافقین همانا نماز صبح و نماز خفتن است. این دو نماز بر چه کسی سنگینی میکند؟ بر منافق، بر منافق. یک جمله از یهودی نقل میکنن، یکی از سردمداران یهود گفته بود که ای مردم، ای یهود، از مسلمانان نترسید مگر اینکه تعداد نمازگزارانش در نماز صبح به تعداد نمازگزارانی که به نماز جمعه شرکت میکنن برسد. امت مسلمان بدون نماز صبح وقار ندارد. امت مسلمان بدون نماز صبح والله ترسی در قلب دشمن بود که مسلمانان عزت من باشند. اگر میخواهین که شرافت من برگردد، اگر میخواهین عزت من برگردد، باید به نماز صبح شرکت.